سعی میکنم واقعا به اون نور رسیدن خیلی مسئله واقعا همیشه برای من جذابه و همیشه دنبالش میرم پیداش کنم. این نورم چند بخشه، یه بخش نیست، یعنی یه چیزی هستش که به عنوان نوری که ایجاد میشه، تابیده میشه، میشناسیم، یه چیزی که چه تأثیری اون نور تو حالتهای مختلف ایجاد میکنه، همون چیزی که امپرسیونیستا داشتن تو کارشون. از این نظر من خیلی کار امپرسیونیستا رو دوست دارم و شاید یه موقعی هم واقعا امپرسیونیستی دارم کار میکنم، خودم نمیدونم، چون برخوردای لحظه‌ای با نور و کشف نور، اون غباری که توی فضا وجود داره، اون تأثیری که نور رو پدیده ها میذاره، خیلی همیشه دنبالش هستم اونو بهش برسم. شاید خیال انگیزی کارهای شما اون چیزیه که من بتونم صحبتم رو ازش شروع بکنم، خیال انگیز بودنش. در یک جمله خیلی ساده بگم، اگر اولین بار که بودنهای خاموش شما رو دیدم اینجوری تعبیر کردم که اگه توی خونه تنها باشم دلم میخواد یکی از این نقاشی رو دیوار باشه که احساس تنهایی نکنم. بعد دیدم منتقدین خیلی معروفی هم راجع به همین موضوع حرف زدن و خب به خودم تبریک گفتم که بابا درست فهمیدم که آرتیست چی کار می‌خواسته بکنه. ولی مجموعه ذهنیتون که این اثر زیبایی که پشت سر من هست و این شانس رو داشتیم که با شما از دو مجموعه جدید هم این بار در این نمایشی که امسال در این پاییز داشتیم در پاییز سال 1400 رونمایی بشه، هم مجموعه ذهنیتون و خیال انگیزی که درون هست و هم زندگی‌های مقوایی که شخصیت‌هایی که توش در واقع به شکل کلاژ نقاشی شده بازم تکه‌های خاطرات ماست. و چطور هنرمند میتونه نگاه خودش رو آنچنان پرورش بده، تمرین بده که چیزی رو ببینه که بقیه ما آدم‌ها نمی‌بینیم؟ همه ما دنبال اینیم که اسپیریت آف تایم یا روح زمانه خودمون رو بفهمیم، بیانش بکنیم. و هنرمند موفق تونسته ببینتش، همون چیزی رو که انقدر راحت از کنارش گذر میکنی و 20 سال دیگه نیست و دلت براش تنگ میشه. مثل اون پاپکورنای بچگی من که شکل ماشین حساب بود، یه بویی داشت، خیلی هم بد پاک میکرد، کاغذم پاره میشد، ولی الان حاضرم هر چیزی بدم یه دونه از اونا داشته باشم، چون قطعه ای از کودکی و خاطرات من توش هست. ممنونم ازت سیاوش جان، خیلی خوشحالم که تونستم یه نمایشگاه خیلی خوب اینجا در ویلا سوفیا داشته باشم. مهمترین چیز این نمایشگاه برای من اینه که تمام اون چیزایی که دلم میخواست واقعا یک جا جمع شد. باعث افتخار من بوده واقعا، میگم به لطف و زحمت شما و خانواده شما، خانواده منظورم تمام دوستان عزیزی که تو این مجموعه همکاری کردن، هم دوستیتون و هم آثار هنریتون برای من همینقدر دلچسبه. شاید این سرفصل صحبت من به همین برسه که ماها در هر زمینه‌ای که داریم کار می‌کنیم، چه دیزاینه، چه معماری باشه، چه هر چیزی، حتی ادبیات، به هر حال می‌خوایم خیال تولید بکنیم. ماشین 4 تا چرخ داره، ولی لامبورگینی رویای یه آدم قبل از مردن اگه یه بار اونو داشته باشه فکر میکنه که موفق شد. حالا این رویا برای خیلی ساخته شده دیگه، اون کمپانی تونسته که اون خیال انگیزی اون رویا رو در واقع تزریق کنه. منم آرزومه که چون من معمارم یا طراح صنعتی میکنم یا به من هر چیزی درست بکنم یه نفر میخرتش، رو بالاخره یه نیازی رو مرتفع میکنه. ولی کجاست که اگر یک صندلی یا یک فرش یا از این گذر بکنه و غیر از اینکه فقط یک آبجکتی که داره کارایی خودش رو به خاطر کارایش خریده میشه، اون خیال انگیزی رو بتونم درش تزریق بکنم برای مخاطبین این کاره خودم و برای خودم. میخوام ازت یاد بگیرم این خیاله از کجا میتونه کشف بشه، پرداخت بشه، فهمیده بشه و عنوان بشه. خیلی سوال سختیه که من از کجا میاد، چون میگم من از هر قسمتش دست بذارم کمتر نتیجه میگیرم. مثلا من بگم از ایدهش میاد، مثلا یک ماهی گنده و یک قایق، خب این خیلی دم دستیه، اینقدر این ایده فراوون هست
از این ایده ها خیلی چربتر و غلیظترش تو فضای مجازی خصوصا فراوون هست. یعنی اصلا پس اون نیست، یعنی اگر بخوام رو اون دست بذارم، حتی برای خودم هست البته ها، ولی اگر برای توضیحش که میخوام بدم خیلی سخته. قطعا من اولی نقاش نیستم که ماهی رو اینجوری تو آسمون میکشم و درخت و اینا، ولی این که من بازم اون رویا و اون خیال رو با چه طعمی تصویر بکنم که تفاوت ایجاد بکنه، شاید اون اصلی ترین چالشی هست که پیش میاد. چون رسیدن به یک ایده که این باشه این باشه هزاران هزار ازش وجود داره، حتی نوع پرداختش هم، نوع پرداختش هم در مورد اینا هم خیلی صحبت میشه. ما پالت‌های زیادی نسبت به همه چی داریم، حتی پالتی داریم که چطور شما یک موضوع رو بستش بدین، چطوری بیاین اینو فلان فضا رو بهش بدین، چجوری دیولپش کنین، حالا نمیدونم بعد از این کلمات خوشم نمیاد استفاده بکنم، توسعش بدین، اینا همه پالت‌های مشخصی در حال حاضر داره. ولی این پالت‌ها یک مشکلی که داره اینه که خیلی شبیه هم میکنه، خیلی کارخونه‌ای میکنه. من باید در این حال بعد از اون پالت‌ها هم کمک بگیرم، استفاده بکنم. قطعا منم بالاخره برای خودم یه پالتی دارم، ولی سعیم اینه که از پالت‌های رایج نباشه. شاید من یکی از چیزایی که برای خودم جالبه اینه که من شاید اگر نقاشی تحصیل می‌کردم کمتر نتیجه می‌گرفتم. من گرافیک خوندم و انیمیشن دانشگاه. رشتم هیچ وقت نقاشی نبوده. شاید اینکه راههایی رو خودش آدم پیدا میکنه و یه چیزایی رو میخواد خودش کشف بکنه، اون مسیر خیلی چالش جذابتری داره. حتی از نظر تکنیکی و کاری هم من این اتفاق برای من افتاده. مثلا خیلی از دوستای همکار من به من میگن تو با اکریلیک چجوری اینجوری کار میکنی؟ میگم من چون نمیدونستم بعد با اکریلیک چجوری کار کنم اینجوری شده. شاید یعنی اگر یه نفر یه آموزشی میدیدم که باید با اکریلیک چه کار کرد، خیلی خطرناک بود اتفاقا. شاید میتونست جلوی کار کردن منو بگیره، خیلی مشابهت ایجاد بکنه با چیزای دیگه. در این حال که من همیشه ابزار سنتی اینا رو خیلی دوست دارم. حتی طراحی ها میبینید روی کاغذ کرافت خیلی ساده است. میخوام قاب کنم، دوست ندارم اون پاریگی لباشو بگیرم، دوست دارم با یه مداد، با یه نمیدونم، با یه راپید، با یه قلم فقط کار بکنم. توی نقاشیم خیلی دنبال تنوع تکنیکی نیستم که خیلی چیزهای مختلفی رو توی کارم بیارم، چون دقیقا احساس میکنم که ما چون این چیزها رو زیاد داریم من سمتش نمیرم. من دوست دارم یه فضایی ایجاد بشه که یه نفر با کار من آروم بگیره یه ذره
بدون این که من نبخوام بهش حرفی بزنم، دیدین یه موقعی هستش، فکر کنم این تجربه رو هممون داشته باشیم، شما یه دفعه وسط شلوغی های زندگی یه تاکسی سوار شدین، اون آدم هیچی هم نمیگه، ولی اصلا رادیوش روشن کرده، یه موزیک گذاشته، شما دوست دارین این ساعت همینجا ادامه داشته باشه، یه جایی انگار قرار گرفتین که ممکن اصلا چیز به خصوصی هم بهتون نمیده، ولی خیلی باهاش کیف میکنین، یکی از چیزایی که اصلا نهی دوست دارین کشدار بشه اون حسی که آره من اتفاقا آره من دنبال چیزی نیستم که به مخاطبم با مخاطبم حرف بزنم از این نظر که میخواد آرامش بکنه. آره از این نظر که بگم این اینه این اینه اینجوری اونجوری، گوش همه پره، گوش ما پر از چیزاییه که راه درست چیه، راه غلط چیه، اگر این کارو بکنی چه نتیجه‌ای میگیری، اینا رو ما گوشمون پره، فقط یه جایی دوست داریم باشیم که چند تا تارمو من نقاشی میکنم همون باشه، یعنی فقط هم همونه، یعنی واقعا برای خود من همونه، من شاید هیچ چیزی رو ستایش نمی کنم جز همون چیزی که ما آدم ها با خودمون داریم، یعنی نمیدونم اون نمیدونم چیه، یعنی من نمیتونم بگم من فرزن مثلا به من میگن که شما زن زیاد توی کارات هست پس تو حتما یه آدم فمینیست هستی، یعنی مثلا درگیر مسائل زنان هستی داری کار میکنی، میگم نه واقعا اینجوری نیست، من دنبال این نیستم که فرضاً یه دید جامعه شناسانه، یه دید فمینیستی یا مشکلات و اینجور چیزای اونا رو بگم، من اون موضوع برای من فقط یک ارتباط تصویریه، اون چیزی که ورای این وجود داره برای من ارزشمنده، برای اون همون چیزیه که یک لحظه ای رو آدما جدا بشن اتفاقا از تمام اون فکر کردن ها، محاسبه ها و چیزایی که میتونه درست و غلط باشه، من چیزی که فکر میکنم، حالا نمیدونم دوره های قبلی من هیچ چیز قطعی نمیتونم بگم، مثلا بگم زمان ما اینجوری شده، زمان قبل اینطوری نبوده، ولی من چیزی که احساس میکنم اینه که ما مرتب داریم به ذهنیت کاسبکارانه تر بیشتر عادت میکنیم، منظور من ذهنیت کاسبکارانه اینه که چه چیزی چقدر نفع داره چقدر ضرر داره، اتفاقا نقاشی من اصلا دنبال این نیست اصلا که بگه که شما مثلا این اتفاق اگر بیفته این کارو بکنین اینجوری فکر کنین این کارو بکنین این نتایجو میتونین بگیرین، نه فقط برای من جنبه شاید اساسی ترین و راحت ترین کلمش لذت باشه، چرا ما لذتو به این نبینیم که بدون واسطه و بدون هیچ چیز دیگه، فقط یک لذتی که رشد میده، البته لذتی که تأمل میده به آدم، چرا اون کارو نکنیم؟ و من واقعا توی هنرم دوست دارم این اتفاق بیفته. من یه سابقه خیلی مفصل تو تصویرسازی هم دارم، البته تصویرسازی این توضیحو بدم که تصویرسازی تو ایران بیشتر به عنوان تصویرگری کتاب کودک بیشتر شناخته شده، من کار کودک نکردم، اتفاقا کاری که من کار کردم بیشتر برای بزرگسالان بوده و بیشترش هم فرنگی بوده، یعنی این کارایی بوده که من برای مجلات ILI، مجلات پاپشات لندن و از این قبیل کار کردم که اینها مجموعه بوده که از سال حدود 2007 شروع کردم کاراشو، چندین سال طول کشید این کارا و یه مجموعه از شورت استوریا یا داستانهای کوتاه امریکایی بیشتر، بعضا فرانسه و انگلیسی هم بوده توشون،
که به زبان اصلی چاپ شدن. و خب این تصویرگری ها برای من همیشه فضایی بوده که دوست داشتم خودم رو همیشه محک بزنم توی ایجاد فضاهایی که الزاماً من خودم باهاشون زندگی نکردم، چون قاعدتاً یه فرهنگ دیگه‌ای بوده، کاری که از من می‌خواستن دقیقاً می‌خواستن که خصوصیات اون فرهنگ و اون کاراکترها و اون فضا رو کاملاً داشته باشه. به خاطر همین اینطوریه که شما می‌بینید که الان اینقدر فضاها همون مثلا دهه‌های 30 و 40 امریکاست بیشتر. و خب اینها چیزاییه که سالهای زیادی من مشغولش بودم. برای من معاصر بودن خیلی اهمیت داره. معاصر بودن به معنی اینه که برای من معاصر بودن به معنی جدید بودن، جلوتر از قبل بودن نیست. معاصر بودن برای من اون تجربه زیستیه که من خودم الان دارم. من وقتی که این آدم ها رو میبینم با این شلوار جین پارشون، با اون مانتوی یه ذره چروکشون، با اون دستبندشون، با اون کیفشون، با اون مویی که این ور رفته، خب یک معنی به خصوصی داره و دارم مرتبا اینا رو میبینم. و چرا راه دورتری برم؟ چرا همینا رو انتخاب نکنم برای کار کردنم؟ و این ارتباط اتفاقا باعث میشه که من خودم چیزای بیشتری کشف بکنم. چون کشف کردن برای من توی هنر همیشه یک مسئله بوده. من احساس کردم که توی نقاشی باید یه چیزی رو کشف کنم، ولی نمیدونم دارم میخوام چی رو کشف بکنم. اون کشف کردنه نمیدونم چیه. ولی مثلا یک خوب یادمه زمانی که یهو به این رنگ تخت زمینه کارام رسیدم، شاید حسی رو داشتم که یک مثلا دانشمند یه چیزی رو کشف کرده، اونقدر به من شعف داد، چون به یه چیزی رسیدم که این کاملا سازگار بود با نقاشی من. این کشف چیزی نبود که نقاشان دیگه استفاده نکرده باشن زمینه مثلا رنگ تخت و اینا، چیزی نیست. ولی اون شکل، این تضادی که ایجاد کرد، اون بک‌گراندای خیلی تخت و تویی در کنار یک عالم چین و چروک‌های پارچه، جزئیات، بافتایی که توی کارام دارم، این تضاد خیلی به من کمک کرد که اون ذات بشری که من خودم خیلی بهش اعتقاد دارم که ما منطب تو تضاد هستیم، اینه یه جا به هم برسن. خدا حفظتون کنه، خیلی قشنگ گفتی، چون مکاشفه امروز من با شما همینه که چرا این آدم روبروی اینقدر پر جزئیات کشیده شده و نقاشی که میتونه اینقدر جزئیات نشون بده، چطور اون پشت اینقدر تخت و توهی گذاشته. اونایی که از قدیم منو میشناسن میدونن که من مثلا توی زمینه تصویرگری، کار فرنگی و اینا خصوصا، اینقدر من فضاهای مختلف کار کردم که مشکلی برای ایجاد فضاهای مختلف و فضای مختلف و اینا اصلا ندارم. اونا اون کارا لازمش اون بوده که اونا انجام بشه. ولی توی نقاشیم اتفاقا دنبال یه چیز برعکس اینم. من دنبال اون نیستم که تمام اون توانایی رو بیارم توی نقاشی. میگم اون زمینه تخته برای من خیلی ارزشش بیشتر از اینه که من میتونم یک عالم فضا سازی بکنم پشت این آدما. ولی دقیقا برعکسش عمل میکنم، یعنی میخوام که توانایی من تبدیل به یک نمایش و پوز دادنی نباشه که مخاطب رو اذیت کنه. ما اگر حواسمون نباشه، خیلی وقتا ممکنه مخاطبمون رو به شکل‌های مختلف برنجونیم. من همش دارم میگم که چرا آخه ما داریم این کارو میکنیم؟ چرا اینقدر سخت میکنیم کارو برای خودمون؟ چرا آروم نمیگیریم؟ آروم گرفتن خیلی رشد به ما میده،
لازم نیست حتما حواسمون به همه چی باشه. ما انگار در زمان حاضر برگشتیم به دوره قارنشینی که مرتب حواسمون به اینه که یه بار گرگا ما رو نخورن، دایناسور از اون ور نیاد، این سقفه الان زیل نیاد ما رو ببره تو قار قایم شدیم، آتشمون خاموش نشه. در حالی که ما الان خیلی اتفاقا میتونیم آرامتر زندگی کنیم، آرامتری که نیازی نیست که توی یک مسابقه باشیم با بقیه که یه بار عقب نیفتیم، یه بار از چیزی جا نمونیم. البته این حرفایی هم که میزنم میدونم که همه گوششون از اینا پره، ولی من خودم خیلی دوست ندارم اینا رو بگم، ولی شاید سعی میکنم توی نقاشیم یه مقداری این کار رو با نقاشی انجام بدم. اینجوری بگم بهتره، من آدم ها رو دعوت میکنم به خودشون، به مهمانی خودشون. یعنی نقاشی من درسته که یک آدم دیگه ای کار شده توش، ولی خیلی اینو میبینم که آدم ها باش همزاد پنداری میکنن، یعنی اینکه دعوتیه برای با خود بودن. شما میتونی نقاشی رو ببینی و بیشتر یاد خودت بیفتی، بیشتر با خودت باشی، بیشتر قدر سکوت خودت رو بدونی. در هنر زن که از ژاپن شروع شد و از زمانی بود که اساتید زن میخواستند به شاگرداشون مفاهیمی رو بگن که دیگه با کلمات نمیتونستن بگن، سعی کردن از طریق هنر بگنش. از طریق موسیقی یا نقاشی یک استاد زن اومده مفاهیم معنوی رو برای شاگردی که پیرو مذهبی معنوی هست داره میگه. و شاید ریشه هنر مینیمال هم خیلی هاش برگرده به اون اتفاقی که اونجا بوده، چون دقیقا اونا هم از کمترین تعداد رنگ، از کمترین ضرب قلم ها استفاده میکنن، با اون آگاهی که داشتن حرف میزدن که باید بدانم چی رو میخوام بگم که وقتی یه بار قلم ها میذارم با کمترین میزانی که بخوام قلم ها از رو کاغذ بردارم حتی یه پرس رو بکشم. یکی از نقاشای معروف این فضا که در واقع اونم یک استاد معنوی بوده به اسم نانتمبو، که البته اسم خودش اسم سخت ژاپنی نانتمبو، اون چوبی بوده که باهاش شاگرداشو تنبیه می‌کرده و تنازی ماجرا اینجاست که اسم اون چوبه رو روی این استاد گذاشتن شاگرداش که میگفتن نانتمبو داره میاد، یعنی اون چوبه که، و اون اسم هم در واقع یه جوری شده مسمای اسم هنری این فرد. نقاشی عجیبی هم ازش مونده، خیلی هم عجیب، و نمیخوام در مورد اون جنبه‌هاش حرف بزنم. اما هنر زن مثلا همچین پیشنهادی داره، یک کادر که گوشش یه شکوفه گیلاس هست، ولی اون شکوفه گیلاس رو در بیشترین میزان ممکن از تکنیک و ظرافت کشیده و هنرمند داره به شما میگه که اینجا یه درخت گیلاس هست، اما اینجا که هیچی نیست مهمتر از اون درخت گیلاسه. هیچی بهتر از همه چیه، اما من باید اون گوشه شکوفه گیلاس رو بکشم که بهت بگم میتونستم بکشمش، بلد بودم اما نمیخواستم. اگه نکشم متهم میشم به اینکه تو که کاری نکردی. آره، من کلن فکر کنم یه بخش که تو کار من خیلی شدیده این بخش روایی کار منه. یعنی من فکر کنم یه لیوان ساده هم نقاشی بکنم، آدم ها میبینن که، یعنی بازخوردی که دیدم انگار که قصه ای که بر اون لیوان گذشته رو هم هی دارن باهاش درگیر میشن، انگار که گذشته و اون اتفاقایی که برای اون افتاده تون کار میاد. میگم اصلا نمیدونم چرا هست، شاید به خاطر سابقه تصویرگری من باشه، علاقم به داستان کوتاه باشه که خیلی من همیشه درگیرش بودم. در حال اون بخشه هست. حالا یه بخشایی یه موقعهایی مثل این مجموعه زندگی مقوایی یهو اینا دیگه خیلی دیوونه میشن، یهو همه توی یه کار قرار میگیرن. البته من همیشه دوست، برای من اندازه ها خیلی مهمه، یعنی اینکه اندازه ها جوری نباشه که خیلی زیاد دلزننده باشه یا خیلی دیگه کم باشه که هیچ جذابیتی هم ایجاد نکنه.
توی اونا خب نسبت به کاری که من میکنم خیلی زیاده، ولی بازم سعی کردم اندازه‌هاشو نگه دارم. یعنی اونم به واسطه همون اتفاقا انتخاب المان‌هاست. المان‌ها جوری انتخاب شده که به قول شما خیلی دم دستیان. یعنی ما اون پفکه، نمیدونم اون تیکه پارچه هایی که مثلا این ور اون ور دیدیم، اون کله ای که مثلا ممکن توی یک مجله دانستنی ها مثلا از بچگی دیدیم، نمیدونم این ور اون ور، قطعا اینا وقتی که اینا کنار هم دیگه قرار میگیره اینجوری نیستش که دونه دونش بخواد به شما تاریخ بده، ولی مجموعهش این حس رو ایجاد میکنه. نه اینکه بخوام من بگم که تک تک اینا دنبال کننده اون نوستالژی است، در حال همه اینا در بستری قرار میگیره که اسمش میشه گذاشت نوستالژی. یعنی اون نوستالژی شاید برای خود من همیشه جذاب بوده، چون من فکر میکنم مال نسلی هستم که نسبت به حالش خیلی غر میزنه، نسبت به آیندهش خیلی بدبینه، نسبت یه حالت اینطوری داریم و همیشه یک نوستالژی داریم که فکر میکنیم یک زمانی خیلی خوب بوده همه چی. منم فکر نمیکنم یک زمانی همچین چیزی خوب بوده. من خودم همش با یک لذتی از اون دوره بچگی تجربه چقدر خوب بود. من خودم اینو میگم ها، ولی شاید الان اون موقعیت قرار بگیرم در جا سکته کنم، دق کنم. ولی انگار برای ما یه چیزایی هستش که ما دوست داریم که حداقل ها رو از دست ندیم. یعنی اون پفکه مثلا من برای ما اینجوریه که یه روز بیدار نشیم دیگه پفک نمکی هم دیگه نبینیم هست، اصلا باش کاری نداریم. یعنی چیزی نیستش که دغدغه ما باشه. این به نظر من از یک جایی دیگه ای میاد، از جایی میاد که ما خیلی از دست دادیم و چیزای ساده رو، چیزای کوچیک رو هم نسبت بهش وسواس داریم، با اینکه نه کاری واسه ما میکنن نه اتفاقی ایجاد میکنه، ولی داره یک نشانه ای هست از چیزای خیلی بزرگتر. یعنی تداعی کننده همون موضوعی که دیگه اینو از دست ندیم دیگه، نه اینو از دست ندیم. بخاطر من یه پفک رو میکشم توی اون، لازم نیست بیام یه چیز گنده‌ای به اسم مثلا جنگی که ما داشتیم بچگی، انقلاب، نمیدونم دوره‌های مختلف، چه میدونم تغییرات سیاسی اجتماعی فلان، اونا خیلی گندن برای من. من این چیز کوچیکه شما فکر نکی شما گریم بچه برای من چند نفر صحبت کردم که خب گریم پفک نکی سخت بود، ولی اصلا توقع نداشتم، یعنی اصلا یک درصد فکر نکردم اشکی من ترگیدم با شما. ولی عزیزم درست میگی؟ آره.